حالتون خوب باشه، خوش و خرم و سلامت و تندرست باشید. من ارادتمند شما هستم ستار دلدار از ایالت نوادا و شهر لکتاهو با شما صحبت میکنم. امیدوارم که همه چیز خوب و درست پیش بره که بتونیم برنامه امروز رو در دنباله آنچه که برنامه قبلی در مورد جان پهلوان تختی ناتمامون امروز تمومش بکنیم. من از تلویزیون شبکه جهانی ملی پاس با شما صحبت میکنم. برنامه دفعه پیش رو تقدیم کرده بودم به جان پهلوان تختی. در نهایت به دلیل ضیق وقت، کمبود وقت، نتونستیم اون چیزی که من پیش بینی کرده بودم به پایان برسونم. بنابراین امروز اسطوره تختی رو شخصی که در واقع رستمی بود که از شاهنامه رفت، اساس شعری که احمد شاملو در مرثیه تختی سرود، امروز دنبالی رفتن رستم رو از شاهنامه برای شما به تصویر می‌کشیم. من خودم به عنوان یک شاهد در تمام دوران نوجوانی و جوانی من در اصل تختی زندگی می‌کردم. خودم دو بار تختی رو دیدم، شخصا دیدم و سه بار در واقع در مجموعه مسابقه، دو تا مسابقه کشتیش دیدم، یک دفعه در خیابون دیدمش و یک دفعه دیگه باز در خیابون. بذاری اول در مورد این که خب داستان افسانه زیاد ساختن برای تختی که بسیارش درست نیست، دروغه. یک کتابی در جمهوری اسلامی در اومده به نام نخبه کشی، یعنی کسانی که آدم های نخبه و سربلند و سرفراز و صاحب نامی بودن که از زمان شاه کشتندشون. در این کتاب نخبه کشی در واقع تختی هم هست و سمد بهرنگی هم هست و من در مورد تختی مطمئنم که نخبه کشی نشده. از همون زمان شو برای من در کیهان کار میکردم، بعدهاش در چهان ردش کار میکردم، تمام اسناد مدارک آرشیو زیرو کردم، در نهایت به این نتیجه تختی نکشتم و الان به این نتیجه قاطی رسیدم که خیلی ها مثل من دارم فکر میکنم، بلکه جمهوری اسلامی هنوز در فکر چاپ کتاب نخبه کشی و تکثیر اینه. در این کتاب نخبه کشی داستانهای زیادی در مورد تختی گفتن و افسانه ساختن، همونطور که برای رهبر افسانه میسازن، یک رهبر نمیدونم با امام زمان عجله رو تعالی فرجه در تماسه، نمیدونم موسیقی رو خوب میدونه، ارتش خوب میدونه، شعر رو خوب میدونه، عربیات خوب میدونه، پزشکی رو خوب میدونه که به تو میگه واکسن بزنی نزنی و سر تا پا داستان افسانه برای آقای رهبر میسازن، برای تختی هم ساختن. از جمله اینکه مثلا میگن که وقتی مسابقهش با آلبول بود، آلبول یک کشتیگیر خوب اتحاد جماهیر شوروی قهرمان جهان شده بود و تختی در خود شوروی در تفلیس در واقع آلبول ضربه فنی کرد و اصلا یه چیز عجیبی بود، برای خود تختی باور کردنی نبود. و گلوف تعریف میکنه، مربی تختی عبدالله گلوف در یه مسابقه با خود من گفت تختی وقتی زد زمین آلبول رو لباس گرمکانش نهنش کرد، شروع کرد دویدن از استودیو، رفت تو خیابونی که برف میمد همینجوری میدوید، در حالی که جمهوری اسلامی افسانه سرایی کرده که تختی وقتی که آلبول رو زد زمین رفت تو جمعیت، مادر آلبول رو پیدا کرد، ازش معذرت خواهی کرد، روی دست مادره رو بوسید. اصلا افسانه است. یا اینکه میگن در مسابقات، حالا جاش هم مختلف میگم، مثلا میگن یه ویدیو من میدیدم گفت 1963 در سوفیه، در 1963 در تولیده بود مسابقه قهرمانی جهان، میگن در اونجا چون تختی دیده داشته رد میشده، آلبول مادر خانم الکساندر مدوید پاش آسیب دیده بوده، داشت دکتر پاش پانسوا میگرد و فلان اینا، وقتی کشتی بر انجام میشه تختی به پای چپ یا راست مدید که آسیب دیده بوده عمله نمی کنه، در که دروغه، چون این چیزی نبود. و یا بعضیشون میگه اصلا اون دوشک نرفته چون میدیسه این مذبوبه گفته با یه آدم آسیب دیده من کشتی نمیگیرم، دروغه. کشتی گرفتن، الستان رو مدیدم سالم سالم بود و تختی مساوی کرد و بعض الکساندر مدوید کمتر بود، اون طلا گرفت، تختی نقره گرفت. این ماجرا مثلا در یه سال دیگه در تهران بود، 1957 در تهران بود، قهرمانی کشتی جهان بود، اونجا کولایوف کشتی گیره بود، روسی پاش آسیب دیده بود. بر آسمان ریسمان به همگی میبافن،
و من برای اینکه در واقع در این برهه از زمان نشون بدم که این افسانه سرای جمهوری اسلامی درمانی تاریخ داره به خورد مردم داده میشه چقدر بی رحمه. خب البته تخت شخصیت بزرگی بود. من یادم میاد مثلا 15 16 ساله بودم یکی از دوستان رو خواستیم بریم کوه تو میدون تجریش از اتوبوس پیاده شده بودیم داشتیم پول پشتیمون رو داشتیم درست میکردیم جابجاش میکردم چیزای مثلا میوه خرید و توش میکردم سرم پایین بود رو زمین گشته داشتم رفیق من به من گفتش که ستار تختی من سرم پایین بود نمیدیدم تختی گلی سرم بلند که گفتم کو تختی یه تختی جلو خودم دیدم حالا تختی بالاخره یه آدم 35 6 ساله من یه بچه 14 15 16 ساله یه دفعه برگشت بهم گفت آقا سلام عرض کردم یه دفعه من جا خودم اینجا اصلا رسم بود بزرگترا به بچه‌ها سلام بکنن و این سلام کردن اون جهان پهلوان تا من سرم بلند کرده گفتم کو تختی نگفتم آقای تختی گفت آقا سلام عرض کرد بعد رفت اون برای خیابون بدون چشیش قصابی بود یا به چشم خودم دیدم افسانه هم نیست داشت گوشت میگیره بیا اون قصابه اصلا یادم نمیره برید بودش توی روزنامش بده یک جدا از اون جلو رد شد و شروع کرد دعا کردن به جون تختی چشم برد بالا شروع کرد دعا کردن اون زمان 10 تومن خیلی بود خیلی بود یعنی فکر کنید 100 دلار امروز تختی هم 10 تومن به گدا داد این هم همون روز در همین لحظه این دوتا حادثه من گرفت دومین باری که من تختی دیدم موقعی بود از سال 1961 مسابقه کشتی جهانی یوکوهامای ژاپن تیم ایران اول شده بود و اینها در واقع با جیپ‌های ارتش روبات و خیابون از فرودگاه تا سازمان تربیت بدنی این مسیر رو ورزشکارا هر کدوم توی یه جیپ بودن و جلوشون هم یه بنر زده بودن اسمشون بود تو خیابونای تهران میزه مردم قلقله واسطه بودن اونجا من یه لحظه از جلو رد شد و دیدمش بار آخری که دیدم مسابقات انتخابی المپیک توکیو بود 1964 اونجا تو کشتی گرفت تختی اون زمانا با اون ورزشگاه میگفتن ورزشگاه فرح بعدش هم شد ورزشگاه نصیری الان نمیدونم اسمش چیه توی چمن روبازم بود تختی کشتی گرفت اول با شهاب ایران دوست بود اگر اشتباه نکنم اشتباه نمی کنم شهاب ایران دوست بود که در واقع تختی خاکش کرد خیلی سخت بود کشتی برای تختی دو سال بود کشتی نگرفته بود دفت بود چنار از سال برقار از سال 63 آماده کامل به نظر من نداشت برای المپیک به هر حال وقتی یه خارکش شعب ایران دوست شعب ایران دوست کشتی رو بخشید به تختی دست لفتی رو برد بالا دوباره کشتی با خیرالای امیری بود امیری هم دو تا خارکت کشتی رو برد اون روز اون تو استودیو من دیدم شب بود مسابقه شب برگزار میشد مردم فریاد میزدن نمیدونم اصلا منقل اردن توی کجا تو استودیو اسفند بود میکردن و اینا تماشاگر توی جایگاه توی جایگاه به اصطلاح معمولی ریختن تو زمین چمن دور چمن و اسفند براش دود میکردن و صلوات میفرستن بارد اینا رو من دیدم اینا رو من دقیقا خودم شاهدش بودم یا این که در یه ورزشگاه من بودم محمد رضا شاه سالن محمد رضا شاه من دیدم قبل از اینکه در واقع مسابقات شروع بشه شاپور غلام رضا اونجا نشست تو جایگاه و تختی وارد شد خب استادیوم منفجر شد و فریاد میزدن حالا قسمت اولش یادم نیست قسمت شعاری که میدن بمیرد بمیرد دشمن خونکار تو یه چنین چیزایی میگفتن یا اینکه قبل از این شاپور غلام رضا اومد تو استادیو مثل که میدونستن بیاد نمیدونستن تختی میخواد بیاد کشتی ها که شروع شده و مردم فریاد میزدن اینا تختی نمیشن اینا تختی نمیشن اشاره اینجوری بود که وجود و حضور شاپور غلام رضا زیاد به چشم نمیخورد چون استودیو ورزشگاه در تحت تاثیر تختی بود حالا اینکه توی استودیو بهش راه نمیدادن شایع است دروغه مطلقا این نبود که تختی بیاد برای ما اون زمان دیگه خبرنگار بودم که توی استودیو راه شدن این افسانه تختی در واقع تا اینجا تختی به نظر من اون چیزی که برش اون چیزی که مهم بود احتیاط بود افسانه سرایی کنن داستان بسازن چون به اندازه کافی خودش بزرگ هست تختی ورزشگاهی که
اون روز هم خدمت هست فیلسوف نبود، دانشمند نبود، ولی مردم خوب میشناخت، رفت تو دل مردم، یعنی رفتار خاکیش، رفتاری که اتیش نبود که شما بخواین با در کتاب نخبه کشی کلی دروغ بنویسید که بگید که این نخبه بزرگ بود که شاه کشتش، نخبه بزرگ بود، احتیاج هم به دروغ نیست، شاه نکشتش. حالا من طرف داری نمیخوام از حکومت و شخص خاصی بکنم، این امروز هم یه مرتبه دیگه روشن میشه که پسر تخطیب آقای بابک تخطیب به نظرم پسر بسیار بسیار مرد بسیار بسیار فهمیده به نظرم اومد، چندین مصاحبه شنیدم، به استراحت دلائلش میگه که چرا پدرش رو نکشتن و خودکشی کرد. اما قبل از اینکه بپردازم به اون قسمت، یه نکته باید خدمتتون عرض بکنم که به نظر من اصلا دلیل نداشت که تختی رو بکشن. تختی تموم شده بود، تختی سالها بود سشار شده بود، اصلا اسم و رسمی ازش داشت، مردم فراموشش کردن. باور کنید یکی از دلایل خودکشیش هم اینه، پسر تختی هم میگه دوستاش از دورش رفتن، خالی مون، اون محبت ها و عشق ها رو دیگه نمیدید، قهرمانی که از چشم باز کرده رفته رو بشک، مردم سجده میکردن جلوش، حالا یه میتوجه بود. اگر میخواستن بکشندش اون زمانی که در اوج بود میکشتن میشه. تختی با گرفتاری خانوادگی رو بره شده، این همیشه وقت خودم فکر میکردم تختی چرا الان تختی شد در زمان حیاتی در سالهای آخر هیچی در مایش صحبت نمیکرد، چرا؟ چون خودشو کشت، مسئله ساز شد، معما ساز شد. اگر خودشو نمیکش میگن چرا خودشو کشت، چه زنش طلاق داد نمیتونست، اگر زنش طلاق میداد اون تحمونده این چیزی که از اسم تختی مونده بود از بین نمیتونستم با خانمش زندگی کنه به علت اختلاف طبقات، بنابراین تخت خودشو کشت و درست هم تختی شد. حالا اون فکری که من میکردم دقیقا نگاه کنم جمشید مشارقی هم این فکر میکرده، منفیش سینما و در زمان حیاتش مصاحبه میشه و دقیقا اون قشنگ این جمله که من سالهای سال روش فکر میکردم به نتیجه رسید، یعنی یه کسی هم اسم من فکر میکنه و درسته. بریم بریم جمشید مشارقی در مورد این که چرا تختی خودکشی کرد رو با هم بریم. در قسمت که شما دیدید به سرنوشت شهر توکلی زن تختی چی شد؟ آخرین جمله‌ای که گفت چی بود؟ در چند ثانیه یک جمله‌ای گفت به نظر من فکر می‌کنید که جناب الان تختی اهل خودکشی بود؟ ایشون قابل تعمق بود. خیلی خیلی قابل تعمق بود. آمدت آقای مشاقی رو می‌بینیم. آقای مشاقی رو بعد برمیگردیم به دنبال ایلست. فکر میکنید که جهان پهلوان تختی اهل خودکشی بود؟ ایشون از طبقه خودش خانمی رو باش ازدواج نکرد. بله شهلا فکر میکنم طبقه دیگری بود. بله بنابراین همیشه جهان پهلوان تختی رو مسخره میکرد، مثلا اگر تو منزلی دعوت میشدن مثلا 60 نفر میرفتن اونجا، ایشون بعد از تمرینش میومد همسرش من زودتر رفته بعد تا بارشون همه گفتن سرباز به سیران جهان پهلوان تختی مسخره میکرد. به به سرباز برسید. اگر جهان پهلوان تختی با این خون با این خانم زندگی میکرد تختی نبود، اگر طلاقش میداد تختی نبود، اگر خودشو میکشت تختی. روزی علی حاتمی که میخواست جهان پهلوان تختی داستان شو بسازه گفتم تو نمیتونی بسازی چون یه اکثریت این رو قبول نمی کنن. گفت 48 سال به من وقت بده. 48 سال. بعد 48 سال من گفت جمشید تختی با دو بنده سیاه
با تختی با دو بنده سفید با هم کشتی میگیرن، سیاه سفید رو ضربه فنی میکنه، بغلش کردن ماشش کردن. یعنی شما با صراحت معتقدید که مرحوم تختی خودکشی کرد؟ بله. یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار وکیل تصادفات با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود وشی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرین‌های ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک‌های عروسی و تولد، انواع ساندویچ‌های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرین‌های بیژن همتا ندارد. چای از یک نوع برگ گیاه به دست می آید، اما دمنوش یا چای گیاهی از انواع برگ، گل، پوست میوه، ریشه یا دانه گیاهان تهیه می شود. شرکت صدف سه نوع دمنوش خوشمزه ارگانیک 100% طبیعی را برای اوقات خوش شما فراهم کرده است. دمنوش ارگانیک هیبیسکوس یا چای ترش صدف سرشار از ویتامین سی، مواد معدنی و آنتی اکسیدنت ها، لذت بخش و گوارا. دمنوش ارگانیک نعنایی یا موراکن مینت صدف عالی برای هضم غذا با کیفیتی ممتاز و طعمی جذاب. و دمنوش ارگانیک بابونه با لیمو یا کمامل لمن صدف برای تجربه طعم و آرامشی بی همتا. دمنوش های گوارای صدف به صورت تی بگ در تمام فروشگاه های ایرانی و خاورمیانه. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال. نگین سفارشات نهار و شام تیکات شما را میپذیرد. تلفن سفارش 408-866-6400. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه 229 دلار در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد بدون پیش قسط ماهیانه 290 دلار در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. بازار مدرن و شیک ایرانی فود آف لایف اینترنشنال در سن حوزه گشایش یافت. انواع خاربار، میوه و سبزیجات تازه، گوشت ذبح حلال، ساندویچ های گرم و سرد، خوشمزه ترین غذاها از آشپزخانه ایرانی و سرانجام انواع کباب ها با نان داغ از تنور همیشه روشن. فود بازار اینترنشنال در شهر کمبل. تلفن 408-292-2323. The
دایموند، پرستیج و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهویا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاه دامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408 241 3755. با سلام مجدد برمیگردم به خانه‌های پر از عشق و محبت و صفا و پاکی و یکرنگی شما خانم و آقای ایرانی، هموطن بسیار بسیار عزیز و گرامی. صحبت بر سر این تبلیغاته، تبلیغات و ضد تبلیغات. یه موقعی میبینید که جان پهلوان تختی احتیاج به تبلیغات نداره، ولی وقتی که کتابی در میاد به نام نخبه کشی و با هزار افسانه و قصه سعی میکنن که تختی رو یک نابغه چونه چرا معرفیش کنم و بعد میخوام بگم که این نابغه رو شاه کش، در واقع یه ضد تبلیغه. تختی چند بار اینو گفتم، اصلا احتیاج به بزرگ شدن نداشت، بزرگترین بود. احتیاج نیست که با دروغ و نمیدونم هزار افسانه جعلی بخوایم بزرگترش بودی، بزرگتر نمیشه تختی. و بعد بخوام این نسبتش بدیم خطش به یک سیستم حکومتی دیگه، که این روز روزگار این دیگه ثابت شده. حالا شما 50 تا کتاب در جمهوری اسلامی چاپ بشه، تختی حتی بشه کردنش پوریای ولی دیگه. پوریای ولی قرار بود که کشتی بگیره با یک پسر جوونی، اون پسر جوون رفته خواستگاری، خانواده کشتیگیرم بوده، خانواده دختر میگه ای تو تونستی پوریای ولی رو بزنی زمین ما دختر رو بدیدی، پسرم دیوانه دختره بوده. داستان روایت دیگه میگه که شب یک مادر پسر دم دماخونه بوده، داشته دعا میکرده که خدا خداوند یه کاری بکنه که پسر من پوریای ولی زمین بزنه و الا این دختر بشنده این خودشو میکشه. اصلا داستان تختیه به گونه ای. و پوریای ولی نمیشنوه چون از اونجا میگذشته. فردا عمدن کشتی رو میبازه به خاطر که پسر به دختره برسه. خب حالا اومدن این داستان رو به این شکل دیگه به صورت این تختی بلند شده رفته تو جمعیت، منو به من کجا فهمیده مادر آلبار اونجا نشسته، قهرمان جهان رو توش کشور خودش ضربه فنی کرده، کنف شده، مادر گریه و تختی رفته دست مادره، ما کرده رو پاشه. این افسانه است. اصلا تختی سالا نبود به اساس گفته های بوله برو. و داستانه مثل این، من این برمانه بعد از 53 سال در گذشت تختی تهیه کردم به خاطر اینکه هدف و نیتی داشتم و نیت این بود که با انتشار و چاپ این کتاب ها و تجدید چاپ اینها و نقد کردن از این کتاب ها امثال نخبه کشی بگم که باور نکنید، باور نکنید اینا ضد تبلیغه، اینا کارهاییست که اصلا زیدنده ملت ما نیست. من را دارم میکنم، هدفم واقعا این بود که به این مناسبت جواب اون کتاب هایی بدم مثل نخبه کشی که اینان مرتب در حال چاپ و تجدید شد. حالا ببینیم واقعا خود خانواده تختی چی میگن. بهترین و بیشترین اطلاعات بابک تختی داره به نظر من. خب وقتی که پدرش خودکشی کرده 4 ماهش بوده و مرتب پدرش در اون یاد داشته که در هتل می نوشته می گفته که خدای بابکم را نگه دار، بابکم را به تو می سپارم. و عاشق بچه بوده، عاشق پسرش بوده. خود شهلا میگه که تختی در این مصاحبه اون زمان گفتش قبلی تخت خودکشی کنه، گفت تختی بهترین بابای دنیاست. و پس بنابراین این بهترین بابای دنیا حتما مادرش شهلا داستانه از این بهترین مادر دنیا داره، بابای دنیا داشته و به پسرش گفته. و نهایت پسر یعنی بابک تختی رو که عرض کردم به نظرم پسر مرد روشنی میاد، آگاهه و محاله که ندونه چی شده. غیر ممکنه بیاد همینجوری بگه شاه کشته یا نکشته، سواب کشته یا نکشته. بسیار به نظرم شخصیت آگاه و اون یکی پدره میخواسته، چون رفته تو ایران هم کارش کتاب و کتاب پوشی و چاپ کتاب و نوشتن کتاب و اینا بوده، میخورده به زیبنده
اسم پسر تختی هست به نظر ما بابک تختی. بریم ببینیم بابک تختی به یکی از خبرنگارا چی گفته در مورد مردم بده و چی باعث شده که این شایعه کشته شدن تختی به دست ساواک به اصطلاح به صورتی واقعیت در بیاد. گوش کنید صحبت بابک تختی. آقای تختی، پروژه شهید سازی تختی از کجا شروع شد دقیقا؟ ببین در واقع این دروغ جلال آل احمد شروع کرد و ببین از اونجا اومد که جهان پهلوان باشی و در بودن خود جبران کرده باشید نبودنهای دیگران رو، به دروغ گفتش که تختی رو کشتن و این باعث و بانی خیلی اتفاقات غلطی شد که ما، یعنی مطابق همین که با هدف وسیله رو توجیه میکنه دیگه، چون آقای آل احمد مثلا فکر میکرد که شاه خوب نیست، هر دروغ دیگه ای رو بهش نسبت میدادن. این آدم راهی رو پیدا کرده بود که با مردمش ارتباط برقرار کنه، راهی رو پیدا کرده بود که مردمش رو خوشحال کنه و کاری براشون انجام بده. این براش خیلی مهم بود. ببین ماها خیلی ناتوان تر از اونی هستیم که فکر میکنیم دیگه، به راحتی نمیشه جهان رو تغییر داد. تختی نمیخواست این رو قبول کنه، یعنی آخر زندگیش من تصور میکنم که یعنی این بن‌بست بود که دیگه راهی بین این مبادله عاشقانه با مردمش رو نداشت. نمیتونست کشتی بگیره، نمیتونست انقلاب کنه، نمیتونست از مصدق اشتفا کنه، یعنی هیچی براش نمونده بود و من فکر میکنم این بزرگترین مانعی بود جلوش که از عهده حل کردنش برنیامد. این دوره ها رو اگه مرور کنین توی نوشته های جراید و یا چیزایی که خودش این بر اون بر نوشته یا تنظیم وصیت‌نامه، من تصور میکنم که رفته بود هتل به این امید بود که شاید مثلا یکی سراغش بیاد و نجاتش بده. من چنین تصوری میکنم، وگرنه میتونست همون باغ خودش رو داشت، میتونست بره تو همون یادداشتاش هم نشون میده که داره با خودش کلنجار میره در کشمکش با خودش. آره، من یهودی سرگردانم و بله یه هم چیزایی نوشته. روشن شد که تختی خودکشی کرد و تختی واقعا به صورت یک افسانه در اومد. به همین دلائلی که میبینید اول برنامه خدمتتون عرض کردم مشایخی هم بود و تختی این خودکشیش سبب شد که تختی برای همیشه در تاریخ ایران بمونه، در محبوب ترین چهره ورزشی تاریخ ایران. و تختی رفت شهلا، به نظر من همه داستان اینه که بعد از خودکشی تختی چندین نفر رفتن که شهلا رو بکشن و یک نفر از دیوار رفت رو با ساتور بهش حمله کرد که جلوش گرفتن. با ساتور از دیوار خونه شهلا رفتن تو تخت شهلا رو بکشن. وقتی گرفتندش پسره اون مرد خودکشی کرد. یعنی اینقدر در مورد این مسئله تحت تاثیر قرار گرفت که میخواد بره زن تختی رو بکشه و بعد خودش رو بکشه. و چندین نفر خودکشی کرد. یه مشتری بود، حالا اسمش یادم نیست، برحال مشتری خوبی بود اون زمان ها، اونم خودکشی کرد بعد از تختی. و تمام گناه ها رو انداختن گردن شهلا، دختر 21 ساله ای که گفتم اختلاف طبقاتی و درگیری شدیدی داشت با خانواده تختی، با دو خواهر تختی و برادر تختی و یک دختر به هر حال مظلومی که این وسط گیر افتاد. و این تختی که به هر حال زندگیش رو تباه کرد، اون چیزی که میخواست بهش رسید و بعد افسانه هم شد، همه اینا قبول. اون که باخت به نظر من شهلا بود، شهلا تمکنی. حالا این شهلا شهلا تقریبا تختیان 6 سال پیش در بیمارستان در تهران درگذشت و حالت درمان بیماریش به نتیجه نسی طولانی بود و روزهای آخر تمام بدنش جای سرم و دستگاه تنفسی و همینطور که در عکس که شاهد هستید
و راحت از این دنیا نرفت. هم زندگیش خراب شد، هم زندگیش نابود شد، هرگز نتونست ازدواج کنه، هرگز نتونست آرزوهاش برسه، هرگز نتونست در ملأ عام بگه من کی هستم، چون همه دنبالش بودن، همه سرزنشش میکردن، در که دختر جوانی 23 ساله‌ای که با آقایی که با نام نشان بود و سن تقریبا وسط 30 سالگی 35 6 سالگی داشته با این اختلاف سن ازدواج. من قربانی واقعی شهر توکلی میبینم. 6 سال پیش در سن 67 سالگی در گذشت و روز آخری که رفتم بیمارستان این عکس بگیرم و باش صحبت کنن، یک جمله کوتاه گفته و با این جمله در واقع کسی بعدش نفهمید که شهلا توکلی چی گفت. گفتش که شما دیگه میخواید از چی گزارش تهیه کنید؟ شما دیگه میخواید از چی تهیه کنید در گزارش تهیه؟ به هر حال شهلا هم رفت. 50 خورده سال پیش از اون، یعنی تقریبا 47 سال پیش از اون تختی رفت و از این بازماندگان تختی و این رفتگان در واقع تختی و شهلا یک بازمانده است به نام بابک. همه رفتن، خواهرهای تختی رفتن، مادر شهلا رفت. البته اون چیزی که من یادمه همیشه پدر شهلا به تختی افتخار میکرد. حالا چی شده که بعضی میگن مادر شهلا تأخیر میکرده تختی رو؟ این هم یه گوشه ی حقیقتش اینه که من یه جمله از تختی خوندم، گفتم روی مثلا من خیلی تحقیق کردم و یه جمله ای هست که من تحقیر مادر زنم رو نمیتونم تحمل بکنم و من این تحقیر رو با خودم به گور میبرم. و آخرین تلفنی که تختی به شهلا میکنه به خانمش میکنه، میگه که من دیگه توی اون خونه، من هرگز، این جمله، من هرگز دیگه توی اون خونه نمیام و تو هرگز منو نخواهی. جان پهلوان نگاه میکنیم به موزیک و تصویری از یک مرد، مرد، مردی که افسانه شد و موند، و نگاه میکنیم به این موسیقی و تصویری از جان پهلوان تختی. چشمای محروم با پاهای خسته، یه مرد بود یه مرد. ببینه قدر
قطره آب قطره در شب بی تپش این طرف اون طرف می افتاد تا بشنفه صدا صدا صدای پا صدای پا یک وکیل یک ایالت. دکتر مونا دلدار وکیل تصادفات با سابقه دریافت میلیون ها دلار خسارت از شرکت های بیمه در 15 سال گذشته. حضور وکلا و کادر ورزیده دفتر دکتر مونا دلدار به دنبال تصادف در بیمارستان منزل و یا محل کار شما. همکاری با پزشکان حاذق و کارشناسان امور تصادفات. تا حق قانونی شما گرفته نشود وشی پرداخت نخواهید کرد. بعد از تصادف فقط جزئیات آن را با ما در میان بگذارید. 844-688-9740. کافه قنادی بیژن. بیژن حرف آخر در ارائه بهترین شیرینهای ایرانی و اروپایی، بستنی و پالوده، زیباترین و خوشمزه‌ترین کیک‌های عروسی و تولد. انواع ساندویچ‌های گرم و سرد ایرانی. بیژن در محوطه هتل فرمانت سن حوزه در شماره 170 جنوب خیابان مارکت. تلفن کد 408-971-8000. شیرینی‌های بیژن همتا ندارد. چای از یک نوع برگ گیاه به دست می آید، اما دمنوش یا چای گیاهی از انواع برگ، گل، پوست میوه، ریشه یا دانه گیاهان تهیه می شود. شرکت صدف سه نوع دمنوش خوشمزه ارگانیک 100% طبیعی را برای اوقات خوش شما فراهم کرده است. دمنوش ارگانیک هیبیسکوس یا چای ترش صدف سرشار از ویتامین C، مواد معدنی و آنتی اکسیدنت ها، لذت بخش و گوارا. دمنوش ارگانیک نعنایی یا موراکن مینت صدف عالی برای هضم غذا با کیفیتی ممتاز و طعمی جذاب. و دمنوش ارگانیک بابونه با لیمو یا کمومیل لمن صدف برای تجربه طعم و آرامشی بی همتا. دمنوش های گوارای صدف به صورت تی بگ در تمام فروشگاه های ایرانی و خاورمیانه‌ای. بله، انتخاب صدف انتخاب بهترین هاست. نشانه موفقیت پایداری است و نگین با نیم قرن سابقه قدیمی ترین رستوران ایرانی سن حوزه منتخب شما به عنوان ارائه کننده خوشمزه ترین کباب ها و خورشت ها با گوشت ذبح حلال. نگین سفارشات نهار و شام تیکات شما را میپذیرد. تلفن سفارش 408-866-6400. شهرت و موفقیت بختیاری آتو گروپ نتیجه عرضه بهترین اتومبیل‌ها و قیمت‌های استثنایی و سرویس کم نظیر مدیران و چند صد کارمند و فروشندگان ایرانی. بختیاری آتو گروپ در شمال و جنوب کالیفرنیا. سوبارو آتبک 2021 ماهیانه 229 دلار در استیونز کریک سوبارو سن هوزه و پوینتل هیل. اتومبیل نیسان آلتیما ماهیانه 169 دلار در استیونز کریک نیسان سن هوزه. اتومبیل اینفینیتی 2021 ماهیانه 439 دلار در استیونز کریک اینفینیتی سن هوزه. هاندا آکورد بدون پیشقسط ماهیانه 290 دلار در هاندا آف هالیوود. اتومبیل فورد 4 ویل درایو ماهیانه 219 دلار در هانتینگتون بیچ فورد. برای تهیه بهترین اتومبیل ها هاندا، نیسان، فورد، اینفینیتی و سوبارو از شعبه ها و نمایندگی های ما دیدن فرمایید. بازار مدرن و شیک ایرانی فود آف لایف اینترنشنال در سن حوزه گشایش یافت.
انواع خاربار، میوه و سبزیجات تازه، گوشت ذبح حلال، ساندویچ های گرم و سرد، خوشمزه ترین غذاها از آشپزخانه ایرانی و سرانجام انواع کباب ها با نان داغ از تنور همیشه روشن. فود بازار اینترنشنال در شهر کمبل. تلفن 408-292-2323. دایموند، پرستیژ و زیبایی، همه در مجموعه جواهرات دیوا آف لاهایا، کلکسیون استثنایی برای عروس خانم‌ها و شاهدامادها، خرید طلا، تعمیر جواهرات، قیمت‌گذاری، نمایشی از بهترین ساعت‌های مشهور جهان. آدرس 3911 استیونز کریک بولوارد، سانتا کلارا. تلفن تماس 408-241-3755. داستان از این قراره که به هر حال یک محبوبی رو، یک ابر ورزشکاری رو، یک ابر مردی که در جامعه ما به محبوبیت بی‌نهایت رسیده، هنوز در فکر این هستن که بگن که اینو کشتنش. من داشتم فکر می‌کردم خیلی خوب، حالا چجوری میشه که کشتن تختی رو به جعل بخوایم مقایسه کنیم با کشتاری که در جمهوری اسلامی شده. ما نگاه بکنیم ببینیم که چقدر نخبه در جمهوری اسلامی کشته شده، چقدر انسان بیگناه کشته شده. حالا بخوام در این کتاب نخبه ها، نخبه کشی، مثلا صمد بهرنگی، نمیدونم تختی و این و اون رو قدش رو منتسب بکنم به سواک، چیزی که پسر تختی و خیلی ها میگن که مثلا بهرنگی هم بهرا جعلی بوده و منم شنیده بودم که بهرا رفته شنا کنه آب پر بدش. حالا به گذشته کاری نداریم، به امروز نگاه کنید. توی جمهوری اسلامی چقدر داره نخبه میکشه. من در جمهوری اسلام کشتن یک مثل فریضه دینی شده. من داشتم نگاه میکنم، دیروز قرار بود یک زن رو در آمریکا اعدامش بکنه. در آخرین لحظه داستان گفتش که رئیس دادگاه مذهب قاضی رأی داد که اینو نباید اعدامش کنید، باید از نظر روحی روانی دو مرتبه مورد بررسی قرار بگیرید. خانم چیکار کرده بوده؟ یک زن حامله رو کشته بوده و سزارین کرده، بچه رو توش شکمش در آورده. یه پسر بوده و دزدیده بچه رو برده، حتی 24 ساعت بعدش میگیرندش و نشون داده میشه که این زن از قبل رفته رو سایت‌های مختلف اینترنت طرز سزارین رو یاد گرفته. و این بچه هم پسر هم هنوز زنده است، 16 سالش. گفتن که این اگر اعدام بشه در 70 سال گذشته، 70 سال گذشته اولی زنی که در آمریکا اعدام میشه. تازه در آمریکا 70 سالش زنی رو اعدام میکنه که این آخریش هم جلوشو گرفتن. شما نگاه کنید که از روز که جمهوری اسلامی در زمان شاه، باز من نمیخوام باور کنید، اصلا قصد قرض من مطلقا دفاع است سیستم گذشته نیست، بلکه در مقایسه با این سیستم دارم میگم. شما در زمان شاه چطور من یادم نمیاد زنی رو اعدام کرده باشن؟ اصلا اعدام نکرد تا اونجایی که من میدونم. بلکه اولین روز که جمهوری اسلامی سر کار اومد، اولین کار که پری بلنده رو اعدام کرد و بعد از اون هزاران زن اعدام کرده. پری بلنده رو اعدام کرد، گفتن این منبع فساد بوده. از بعد از اعدام پری بلنده چند صد هزار پری بلنده تو ایران به وجود اومده. پری بلنده هایی که حالا دیگه یکی از صادرات جمهوری اسلامی، صادرات فاحشه به کشورهای عربی خلیج فارس و ترکیه و این ور اونوره. دروغ میگم؟ به خدا داستان ها، من که به هر حال سفر نکردم ببینم چه خبره اون ترکیه و این ور اونورا، ولی که انقدر از این داستان که چقدر فاحشه از ایران صادر میشه به این کشورها خدا میدونه، برابر است با فاحشه های روسیه و سمتا. اولی اعدام پری بلنده است و بعد نمیدونم، خودتون میدونید هر روز نمیدونم، ما الان تو آمریکا 70 سال اعدام نکردن، نمیدونم 7 روز تو اعدام جمهوری اسلامی زن اعدام نکردن، 7 ماه یا نمیدونم 7 سال که حتما نیست. این آدم کشی ها جوابش کی باست بده؟
این شیطان جهانخوار، این امپریست خونخوار آمریکا 70 سال زن رو اعدام نکرده، شما چجوری میتونید آقای آخوند به راحتی نه اون سیستم شاه که میگه طاغوت، نه سیستم طاغوت که میگه طاغوت یعنی در واقع کسی که یک فرائنه ای مثل بودی که آدم خونخواری بوده و خودش خدا میدونسته و در حد خدا میدونسته ستمکار بوده، اسمش طاغوت بوده. طاغوت قبل از شما، طاغوت شاه یا ما طاغوتیان، یا طاغوتیان زن اعدام نکردن که ستمگر به قول شما بودن، خدایی میکردن. چطور شما به این راحتی که پروانه خدا دستتونه زنها رو اعدام میکنید؟ اولین چیزی که از این خبر دیروز خوندم این که واو، ما چقدر به جمهوری اسلامی چقدر داره جنایت میکنه، دنبال نقطه کشی تختی بعد از 50 سال. ایسی بایدید که یه ترانه بشته و من هم جوانون خدا بیزید. سپاس گذارم که با هم بودید. سپاس گذارم از استی پکیمزاد مهندس فنی آگلان فنی اتاق فرمان و یک سپاس دارم و یه درود دارم، سپاس بیکرام و درود بی پایان بر ایزد یک تاکی به ما جان داد و برای ایمان کنم شب روزی بشه. تو با سقف کاشانه من چه کردی؟